صبح زیبا و هوای سرد برفی بر همگان بخیر. آرزو میکنم که این هوای سرد زمستانی را در کنار خانواده‌تان در یک فضای گرم پر از محبت سپری کنین. هوا خیلی سرد است چون صبح وقت است. خب به هر صورت پایان سال تعلیمی 1396 بر دانش آموزان. امروز دانش آموزان نتیجه زحمات اندوخته های علمی یک سال تعلیمی را که پشت سر گذاشتندن میبینند. آرزوی موفقیت بر تمام دانش آموزان میکنم و امیدوارم که دانش آموزان تانسته باشند یک نتیجه خوبی را کسب کرده باشند. بانو صفیه بخشی آموزگار در کنار مسیح که سال تعلیمی 1396 را چگونه پشت سر گذاشتندن بر ما میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1396 یک سال بسیار خوب بود، با وجود از اینکه مشکلات در کشور ما وجود داشت، با وجود از آن شاگردها و بسیار خوبی آمدن، درس فرا گرفتن و امروز روزی است که اینا فارغ میشن و من در مجموع است که تمامشان خاطرات خوش دارم. شاگردای بودن که زیاد تلاش میکردن در پلوی از اینکه درس مکتب خود پیش میبردن، چون اینا صنف 12 هستن، در پلوی از کورسان نیز به حساب آمادگی میخواندن به خاطر از اینکه بتانند در پانتونای خوب کامیاب شوند. سمیرا دانش آموزی که امروز فارغ صنف 12 شد، البته به درجه اول ما برتان تبریک میگم، آرزوی موفقیت بیشتر برتان میکنم. خب با چی زحمات، با چی مشکلات و با چی خاطرات بالاخره این سال تعلیمی را پشت سر گذاشتید؟ تمام کارایم همچنان درس هایم که مطابق یک تقسیم اوقات منظم بوده و از صنف اول تا صنف 12 هم هر درجه را که گرفتیم باز خوشحال به این هستم که زحمت خود کشیدیم، درس خود خواندیم و امروز که از خداوند لایزال ایره بسیار تشکر هستم یا تشکر میکنم که مرا لایق یه مقام دید و مرا توانایی داد که بتانم درس خودم به بچه بهترش بخوانم و بتانم به این مقام برسم. سال بسیار یک سال خوبه بود و بسیار خوبی و خوشی سپری شد و مکتب ما بسیار یک مکتب عالی بود و حتی بسیار روزه خوب از این دوره داشتیم در مکتب و همچنان بسیار دوستای خوب داشتیم، تانستیم در مکتب بسیار دوستای خوب داشته باشیم و میتونیم در زمستان هم در مکتب بیاییم و کورس زمستانی را داشته باشیم و معلم های بسیار خوب داشتیم، بسیار با تجربه بودن، بسیار درسای خوب بر ما دادن، نه تنها از درسای مکتب بلکه از تجربه زندگی خود نیز بر ما گفتن که از تجربه ها بر ما نیز یاد دادن و همچنان در عرصه ما را کمک میکردن. والا اما تا هر چقدر رقابت ها سالم تر باشه، همون قدر انسان دلش میشه درس بخونه و هر چقدر عدالت و انصاف بیشتر باشه در بین مکاتب، بچه ها میتونن بدون کدام مشکل درس بخونن و رقابت سالم باعث شد که ما بتونم بیشتر کوشش کنم درس بخونم و به این لحاظ توانستم مقام اوله. آرزوی موفقیت برکنم. بخیر باشه. هوشمند کسی که فارغ شد یا سند فراغت شگرف از لیسه عالی غلام حیدرخان به درجه مقام اول و قسمی که شما یاد کردین، خب زحمات کشیدیم، البته کوشش کردیم، تانستیم به درجه دوم نایل کردیم، اما باز هم کوشش میکنم، تلاش میکنم و این تنها نیست که ویژه تمام شوه، انشاءالله در آینده های نزدیک میکنم، کوشش میکنم اولم را شوم و خوشحال هستم که امروز تانستم دوم شوم و خوش. در طول سه ماه زمستان چی تصمیم دارین بخیر در سال ادامه بتین به سال آینده آمادگی بگیرین؟ خب قسمی که شما فرمودین، ما در زمستانی که گذشت تانستیم که ریاضیات عالی را تمام کنیم و ما میخوایم که دو سال آماده کنکور متواتر بخوانم تا بتوانم که به چیزی که آرزو دارم به اون نایل شوم. اگر بتوانیم سمت و سوی نیک بتیم، برای نیک راهنمایی بکنیم، رهبری سالم بکنیم، این جوانا جوانایی است که واقعا آینده ای مملکت، آینده ای مملکت چی که از امیاله، ای بچه ها میتونن مظهر خدمت خوب و مظهر خدمت شایسته شوند، آینده امتحان پیش روی دارن، بچه های ما میرن انشالله با پوانتون و پوانتون زمانی که بچه های ما میرن با یک آمادگی آم و تام و یک آمادگی کامل با پوانتون برن.
پیشرفت جهان امروزی نتیجه علم و دانش است. پس شما هم سعی کنید، تلاش کنید و زحمت بکشین تا به هر طریقی که باشه علم بیاموزین. دانش آموزانی که صنف 11 هستن 3 ماه رخصتی زمستان در پیش رو دارن. آمادگی داشته باشین برای سال آینده که صنف 12 میشن. ادامه برنامه صبح خورشید با همکارانم در استودیو.